به نام خدا. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه فراگیران عزیز، بنده محسن فاضلی، فارغ التحصیل رشته مهندسی ایمنی، گرایش بازرسی فنی، با دوره اصول تست مایع نافذ PT سطح 1 و 2، در خدمت شما عزیزان و سروران خواهم. امروز تولید و به کارگیری کالای با کیفیت در صنعت از مهمترین اصول اولیه صنعت هستش. به همین خاطر آشنایی با راه‌های تشخیص کیفیت برای مهندسان حوزه ساخت و راه‌اندازی لازم و ضروریه. در تعیین کیفیت معمولاً باید دو تا شاخصه رو بررسی کنیم که یکی از این شاخصها سلامت یا بدون عیب بودن قطعه هست. امروز برای بررسی سلامت راه‌های زیادی وجود داره که مرسوم‌ترین راه استفاده از تست‌های غیر مخرب یا نان دیستراکتیو تست یا همون NDT. تست‌های غیر مخرب به دلیل عدم اثرگذاری بر روی کارایی قطعه بسیار مورد توجه مهندسان هستند. این تست ها انواع مختلفی دارند که هر کدوم مزایا و معایب خاص خودشون رو دارن. یکی از این تست ها تست مایع نافذ هست که در صنعت به PT مشهوره. این تست از جمله تست های ارزون قیمت برای تشخیص ناپیوستگی های سطحی هست و اگر این تست به درستی انجام بشه در وقت و هزینه ما میتونیم صرفه جویی کنیم. به همین خاطر آشنایی با این تست و اصول حاکم بر اون برای مهندسان ضروریه. در این آموزش سعی شده که تمام موارد مورد نیاز برای انجام صحیح تست PT گفته بشه تا هنگام انجام و تفسیر نتایج این تست با مشکل خاصی روبرو نشیم. اما خود این آموزش شامل 7 فصل خواهد. در فصل اول با تست های مخرب و غیر مخرب، تفاوت های بین اونها، انواع و کاربردشون به صورت کلی آشنا خواهیم شد. اما در فصل دوم با تست مایع نافذ، تاریخچه اون، مزایا، معایب و کاربرد اون آشنا خواهیم شد. در فصل سوم با یکی از موادی که در این تست به کار رفته، یعنی مایع نافذ، آشنا خواهیم شد. در این فصل با تعریف، ویژگی‌ها و انواع مایع نافذ آشنا خواهیم شد. در فصل چهارم با یکی دیگه از مواد به کار رفته در این تست آشنا خواهیم شد. تعریف، ویژگی‌ها و تقسیم بندی ماده آشکارساز از مهمترین موضوعاتی هستند که در این فصل در مورد اونها صحبت خواهیم کرد. در فصل پنجم با الزامات اجرای تست PT بر طبق استاندارد ازمه سکشن 5 آرتیکل 6 آشنا خواهیم شد. در فصل بعد با معیارهای پذیرش عیوب طبق استانداردهای مختلف آشنا خواهیم شد. استانداردهای به کار رفته در این فصل استانداردهای API, AWS و ازمه هستند. و نهایتاً در فصل آخر در مورد تفسیر و گزارش نویسی نتایج به دست اومده صحبت خواهیم کرد. اما فصل اول ما در مورد تست های مخرب و تست های غیر مخرب هستند. آشنایی با انواع تست های مخرب و غیر مخرب و نحوه انجام این تست ها از اهداف این فصل است. اما برای درک بهترین موضوعات باید ابتدا مفاهیم دیگی رو توضیح بدیم. مهمترین مفاهیمی که در این فصل با اونها آشنا خواهیم شد مفاهیم ویژگی، کیفیت و الزام هستند و بعد وارد موضوع اصلی ما که آشنایی با تست های مخرب و غیر مخرب هست میشه. اما اولین مفهومی که در این فصل و در این قسمت با اون آشنا خواهیم شد مفهوم ویژگی یا کاراکتریستیک هست. در تعریفی که برای ویژگی آوردن گفتن که مشخصه‌ای که باعث تمایز بین دو شی بشه ما به اون میگیم ویژگی. مثلا میگیم فلان شی آبی هست و فلان شی قرمز، این آبی و قرمز بودن باعث تمایز بین این اشیا میشه. پس آبی و قرمز بودن جزو ویژگی‌های اون شی محسوب میشه. اما ویژگی‌ها به دو دسته تقسیم بندی میشن. یک دسته ویژگی‌های ماهیتی هستند و دسته دوم ویژگی‌های نسبت داده شده. ویژگی‌های ماهیتی مربوط به ماهیت و ذات شی هستند، مثل شوری نمک یا شیرینی شکر. همه ما می‌دونیم ذات نمک با شوری و ذات شکر با شیرینی شناخته میشه. اما دسته دوم ویژگی‌ها ویژگی‌های نسبت داده شده هستند. این ویژگی‌ها مربوط به ذات شی نیستند و ما اومدیم با تغییراتی که توی اون شی ایجاد کردیم این ویژگی ها رو برای اون شی به وجود آوردیم.
حالا که با مفهوم و انواع ویژگی آشنا شدیم، مفهوم بعدی که با اون آشنا خواهیم شد کیفیت یا کوالیتی است. تعریفی که استاندارد ایزو 9001 برای کیفیت گفته اینه که میزانی که مجموعه از ویژگی های ماهیتی الزامات رو برآورده میکنه. تعریفی که استاندارد برای کیفیت گفته تعریف کامل و جامعی هست، اما شاید کمی سخت باشه و ما آنطوری که باید این تعریف رو یاد بگیریم نتونیم این تعریف رو یاد بگیریم. به همین خاطر میایم و یک تعریف ساده تری از کیفیت ارائه میدیم. تعریف ساده شده کیفیت میگه تطابق مشخصات با خواسته ها. طبق این تعریف ما باید بیایم و مشخصات شی رو با خواسته های خودمون مقایسه کنیم. اگر نتیجه این مقایسه این شد که مشخصات شی با خواسته های خودمون تطابق دارن، یعنی اون شی با کیفیت هست. در غیر این صورت اون شی از منظر ما بی کیفیت هست. طبق همین تعریف میتونیم پی ببریم که این ما هستیم که تعیین کننده کیفیت هستیم، چون ما خواسته ای از شی داریم. در صورتی که اون شی بتونه اون خواسته ما رو برآورده کنه، اون شی با کیفیت هست. نکته بسیار مهم اینه که یک شی ممکنه از منظر یک شخص با کیفیت باشه، در حالی که از منظر شخص دیگی همون شی بی کیفیت باشه. دلیل این اتفاق هم این هست که خواسته های افراد از اشیاء متفاوت هست. برای فهم بهترین موضوع یک مثالی رو میخوام خدمتتون عرض کنم. فردی خواسته ای که از یک تلفن همراه داره اینه که فقط بتونه با اون تماس برقرار کنه، در حالی که یک فرد دیگه خواستش از تلفن همراه علاوه بر تماس ضبط فیلم و ضبط صدا هست. حالا اگه ما تلفن همراه ساده ای داشته باشیم، این تلفن از منظر فرد اول با کیفیت هست چون تونسته خواستش رو برآورده کنه، ولی از منظر فرد دوم همون گوشی و تلفن همراه بی کیفیت هست چون نتونسته خواستش رو برآورده کنه. پس میتونیم بحث رو اینطور جمع‌بندی کنیم که کیفیت به خواسته مشتری وابسته هست و امری کاملا نسبی هست و اینکه استاندارد تعیین کننده کیفیت نیست. نکته بسیار مهمی در پایان همین بند خدمتتون اشاره کردم. استاندارد تعیین کننده کیفیت نیست. نکته مهم دیگه اینه که کیفیت با مرغوبیت تفاوت داره. کیفیت رو مشتری تعیین میکنه، اما تعیین کننده مرغوبیت استاندارده. یک شی زمانی مرغوب هست که مشخصات اون شی در سطح بالایی قرار گرفته باشه. اما در کنترل کیفیت یا همون کوالیتی کنترل، ما باید دو تا شاخصه رو بررسی و کنترل کنیم. شاخصه اول صحت یا کارکتنس هست و شاخصه دوم سلامت یا ساوندنس هست. صحت یعنی درست اجرا شدن مراحل تولید و سلامت یعنی بدون عیب بودن یا دیفکتلس بودن قطعه. برای کنترل صحت ما باید در حین اجرا موارد مورد نظر رو کنترل کنیم، ولی برای کنترل سلامت بعد از مرحله تولید میایم قطعه رو بررسی میکنیم. نکته مهم اینه که صحت و سلامت میتونن از همدیگه مستقل باشن، یعنی ممکنه صحت مورد تایید واقع بشه اما سلامت قطعه تایید نشه، یا بالعکس، یعنی ممکنه سلامت تایید بشه اما صحت تایید نشه. بزرگترین مشکل صنعت عدم کنترل صحت هست، یعنی درست اجرا شدن مراحل تولید رو کنترل نمیکنه. اما اگر دو شاخصی صحت و سلامت رو در ترازوی قرار بدیم، وزنی صحت نسبت به سلامت سنگینی میکنه. دلیل این اتفاق هم مواردی هست که الان خدمت شما عزیزان عرض خواهم کرد. دلیل اول اینه که صحت قابل تعمیر نیست، ولی اگر سلامت مخدوش بشه قابل تعمیر هست. دلیل دوم اینه که تنها راه کنترل صحت نظارت حین کار هست، در حالی که سلامت رو میشه همیشه کنترل کرد. و در نهایت دلیل آخر هم اینه که صحت مستقیما بر روی عملکرد، طول عمر و خصوصیات قطعه اثر میذاره. پس به این سه دلیلی که خدمت شما عزیزان عرض کردم، صحت نسبت به سلامت مهمتره. در تعریفی که طبق استاندارد ایزو 9001 برای کیفیت داشتیم، گفتیم که میزانی که مجموعی از ویژگی های ماهیتی الزامات رو برآورده کنه ما بهش میگیم کیفیت. توی این تعریف یک واژه بسیار مهم اومده که در این قسمت میخواییم با اون آشنا بشیم.
این واژه کلمه الزام یا requirement هست. الزام رو اینگونه تعریف کردن: نیازی که انتظار میره توسط محصول برآورده بشه. اما خود این الزامات رو توی سه دسته تقسیم بندی کردن: الزامات یا تصریحی هستن، یا تلویحی هستن، و یا اجباری هستن. اما الزامات تصریحی چه الزاماتی هستن؟ الزام تصریحی الزامی هست که به صراحت اعلام شده. مثلا وقتی میگیم خودکار آبی، یعنی رنگ خودکار حتما باید آبی باشه و این رنگ آبی خودکار به صراحت اعلام شده. نوع بعدی الزام، الزام تلویحی هست. این الزام توی عرف رایج هست و اعلام نمیشه ولی باید حتما رعایت بشه، مثل روشنایی لامپ. وقتی ما میخوایم لامپی بخریم به فروشنده نمیگیم لامپی میخوایم که روشن بشه، چون روشن شدن لامپ توی عرف کاملا رایج هست. اما دسته سوم الزامات، الزام اجباری هست که قانون اون رو اعلام کرده و دست سازنده و مشتری نیست. مثلا قانون این که خودرو باید کمربند ایمنی داشته باشه و سازنده خودرو و مشتری اون نمیتونن بگن که ما خودرویی میخوایم بسازیم یا داشته باشیم که کمربند ایمنی نداشته باشه. تا اینجا با مفاهیم اولیه که پیش نیاز این فصل بودن آشنا شدیم. از این به بعد با تست های مخرب و غیر مخرب و انواع اونها آشنا خواهیم شد. در فرایند بازرسی ما با دو تیپ تست برخورد میکنیم. این تست ها بر اساس اثری که بر روی کارهای قطعه دارن دسته بندی میشن. دسته اول تست ها تست های مخرب یا دیسترکتیو تست یا DT هستن و دسته دوم تست ها تست های غیر مخرب یا نان دیسترکتیو تست یا همون NDT هستن. نکته ای که بهتر اینجا بگیم اینه که در استاندارد ASTM ما میگیم تست های غیر مخرب یا نان دیسترکتیو تست یا همون NDT، اما در استاندارد ازمه ما میگیم ارزیابی های غیر مخرب یا نان دیسترکتیو اگزامینیشن یا همون NDE. پس NDT و NDE یک مفهوم رو دارن و فقط اسمشون توی استانداردهای مختلف فرق داره. اما همونطور که از اسم این دوتا تست مشخصه، در دسته اول انجام تست بر روی کارهای قطعه اثرگذار هست و بعد از انجام تست به علت اینکه قطعه تخریب میشه، قطعه کارهای خودش رو از دست میده و دیگه قابل استفاده نیست. اما دسته دوم تست ها بر روی کارهای قطعه تاثیرگذار نیستن و قطعه بعد از انجام NDT قابل استفاده مجدد هست. اما در مورد مزایایی که برای تست های غیر مخرب میتونیم بگیم اینه که اولین مزیت اون هزینه پایین آزمایش هست. تست های همچون VT یا PT یا MT هزینه بسیار کمی برای انجام اون نیاز داریم. اما دومین مزیت NDT عدم تخریب قطعات و ادوات هست، در حالی که در DT قطعات تخریب میشن و جایگزینی قطعات تخریب شده هزینه بره. اما سومین مزیت NDT سرعت توی نتیجه گیری هست. معمولا NDT در سایت انجام میشه، اما DT معمولا در آزمایشگاه انجام میشه که این خودش باعث افزایش هزینه و زمان صرف شده میشه. در این اسلاید میخوایم در مورد کاربرد تست های مخرب و تست های غیر مخرب صحبت کنیم. وقتی ما میخوایم خواص یه ماده رو تعیین کنیم، مثلا میخوایم استحکام کششی یک قطعه رو به دست بیاریم، از تست های مخرب استفاده میکنیم. انجام تست های مخرب زمانی قابل توجیه هست که یک قطعه به صورت انبوه تولید بشه. پس کاربرد تست های مخرب برای تعیین خواص ماده است. اما ما چه زمانی از تست های غیر مخرب استفاده می کنیم؟ همانطوری که در اسلاید های قبل اشاره کردیم، برای بررسی کنترل کیفیت یکی از شاخصه هایی که باید کنترل کنیم سلامت هست. ما از تست های غیر مخرب برای بررسی کنترل سلامت یک قطعه استفاده می کنیم. اما در این قسمت می خواهیم با مهمترین و مرسومترین تست های مخرب و غیر مخرب آشنا بشیم. مهمترین تست های مخرب یا دیسترکتیو تست این های هستند که خدمت شما عزیزان عرض خواهم کرد: تنسایل تست یا تست کشش، هاردنس تست یا تست سختی، ایمپکت تست یا تست ضربه، ساوندنس تست یا تست سلامت و تست خستگی. نکته مهم اینه که تست سلامت خودش شامل سه تست میشه: یکی تست خمش یا بند تست،
دومی تست شکست شکافدار یا نیکریک تست و سومین تست تست شکست در جوش های نبشی یا فیلت بریک تست. اما در مورد تست های غیر مخرب، تعداد تست های غیر مخرب بسیار زیاد هستند و ما به تعداد اصول فیزیکی حاکم بر جهان تست غیر مخرب داریم. اصول فیزیکی مثل خاصیت مغناطیسی، خاصیت معینگی، نفوذ صوت و غیره. اما مهمترین و مرسومترین تست های غیر مخرب که در صنعت استفاده میشن این مواردی هستند که الان خدمت شما دوستان عزیز عرض خواهم کرد. ویژوال تست یا ویتی یا بازرسی چشمی، پنترنت لیکوید تست یا پیتی یا تست مایع نافذ، مگنتیک پارتیکل تست یا امتی یا تست ذرات مغناطیسی، رادیوگرافی تست یا تست پرتونگاری یا آرتی، آلتراسونیک تست یا یوتی یا تست فراسوتی و در نهایت ادیکارنت تست یا تست جریانی گردابی یا ایتی. اما توی این اسلاید میخواییم با دو مفهوم بسیار مهم آشنا بشیم، استرس یا تنش، استرین یا کرنش. اولین مفهوم و تعریفی که با اون آشنا خواهیم شد کرنش هست. در تعریف کرنش گفتن تغییر طول نسبی توی یک قطعه، ما بهش میگیم کرنش. طبق رابطه هم مشاهده میکنیم اپسیلون مساوی با ال من های ال صفر تقسیم بر ال صفر. ال صفر طول اولیه قطعه هست و ال هم طول ثانویه قطعه. ال من های ال صفر رو اگه با دلتا ال نشون بدیم، دلتا ال تقسیم بر ال صفر همون اپسیلون یا کرنش هست. اما دومین مفهومی که با اون آشنا خواهیم شد مفهوم تنش یا استرس است. در تعریف تنش گفتن نیروی اعمال شده تقسیم بر سطح مقطع رو ما میگیم تنش یا استرس. سیگما مساوی با F تقسیم بر A. توی این رابطه سیگما تنش یا استرس هست، F نیروی اعمال شده هست و A سطح مقطع هست. هنگام اعمال بارگذاری رفتار ماده یا الاستیک یا پلاستیک. در رفتار الاستیک با حذف بارگذاری ماده به شکل اولیه خودش برمیگرده، اما در رفتار پلاستیک با حذف بارگذاری ماده به شکل اولیه خودش بر نمیگرده. معمولا در بارگذاری های کم رفتار به صورت الاستیک هست و این رفتار تا زمان ادامه خواهد داشت که تنش اعمال شده به تنش خاصی برسه که ما به این تنش خاص تنش تسلیم یا ییلد استرس میگیم. بعد از اینکه تنش اعمالی به تنش تسلیم رسید، رفتار الاستیک از بین رفته و ماده رفتار پلاستیک خواهد داشت. در ناحیه الاستیک بین کرنش و تنش رابطه‌ای وجود داره که به قانون هوک مشهوره. قانون هوک میگه سیگما مساوی با ای در اپسیلون. سیگما تنش هست، اپسیلون کرنش و ای یه عدد ثابت هست که به مدول الاستیسیته یا مدول یانگ معروفه. این عدد یا همون مدول یانگ و مدول الاستیسیته جزو خواص مکانیکی مواد هست که برای توصیف صلبیت مواد جامد به کار میره. توی این اسلاید میخوایم با یک نمودار بسیار مهم آشنا بشیم، استرس استرین کرو یا نمودار تنش کرنش. نمودار تنش کرنش ارتباط بین تنش و کرنش رو توی یک ماده به ما نشون میده. محور عمودی این نمودار نشون دهنده تنش و محور افقی این نمودار نشون دهنده کرنش هست. این نمودار از دو ناحیه اصلی تشکیل شده، قسمت خطی نمودار نشون دهنده ناحیه الاستیک و قسمت غیر خطی نمودار نشون دهنده ناحیه پلاستیک است. پس محور عمودی نشون دهنده تنش یا استرس است، محور افقی نشون دهنده کرنش یا استرین است. خود نمودار یک قسمت خطی داره که ناحیه الاستیک است و یک قسمت غیر خطی داره که ناحیه پلاستیک است. در ناحیه الاستیک شیب خط همان مدول یانگ هست، یعنی مدول یانگ رو اگه خواستیم به دست بیاریم باید بیایم شیب خط ناحیه الاستیک رو به دست بیاریم. نقطه ای که رفتار ماده از حالت الاستیک به پلاستیک تغییر کرده رو توی شکل مشاهده میکنیم. این نقطه همون تنش تسلیم یا ییلد استرسه. این نقطه رو مشاهده میکنید، توی این نقطه رفتار ماده از حالت الاستیک به حالت پلاستیک تغییر یافته. ما به این نقطه میگیم تنش تسلیم یا ییلد استرس. اما توی نمودارم مشاهده میکنید بیشترین تنشی که یه قطعه میتونه تحمل کنه رو ما بهش میگیم استحکام کشش نهایی
یا Ultimate Tensile Strength یا همون UTS. توی شکل هم مشاهده میکنید بیشترین تنشی که قطعه میتونه تحمل کنه توی این قسمتی که ما بهش میگیم Ultimate Tensile Strength یا UTS. ناحیه پلاستیک خودش به دو قسمت تبدیل میشه، تا قبل از UTS یه قسمته و از UTS تا شکست هم یه قسمت. توی شکل هم مشاهده میکنید از Yield Strength تا UTS یه قسمته، از UTS تا شکستم یه قسمت. قسمت اول رو ما بهش میگیم کرنش سختی یا استرین هاردنی. توی این قسمت سختی ماده در اثر جابجایی های اتمی بیشتر میشه. شکل هم مشاهده میکنید. توی این قسمت یعنی از ییلد استرنس تا UTS رو ما بهش میگیم کرنش سختی یا استرین هاردنی. اما توی قسمت دوم ناحیه پلاستیک که ما بهش میگیم گردندهی یا نکینگ، سطح مقطع در حال کاهشه یا به اصطلاح در حال گردندهی هست. در طول این ناحیه ماده نمیتونه مقاومت زیادی در برابر تنش اعمال شده نشون بده و کرنش به شدت افزایش پیدا میکنه. تغییر شکل پلاستیک با شکست ماده یا فرکچر به پایان میرسه. توی شکل هم مشاهده میکنید قسمت دوم ناحیه پلاستیک از UTS شروع میشه تا فرکچر. ما به این ناحیه میگیم نکینگ یا گردندهی. اما حالا که با مفهوم تنش، کرنش و نمودار تنش کرنش آشنا شدیم، وارد موضوع اصلیمون یعنی موضوع آشنایی با تست های مخرب و غیر مخرب میشیم. در ابتدا با انواع تست های مخرب و غیر مخرب آشنا میشیم و بعد از اون وارد موضوع اصلیمون در فصل های آینده خواهیم شد. اولین تست مخربی که درباره اون صحبت خواهیم کرد تست کشش یا تنسایل تست هست. تست کشش اطلاعات گسترده‌ای در مورد خواص ماده به ما میده. از جمله خواص مهمی که با استفاده از تست کشش میتونیم به دست بیاریم به موارد زیر میشه اشاره کرد. مورد اول استحکام کشش نهایی یا Ultimate Tensile Strength هست. دومین مورد استحکام تسلیم یا Yield Strength هست. سومین مورد انعطاف پذیری یا Ductility هست. چهارمین مورد چغرمگی یا تافنس هست. پنجمین مورد مدول الاستیسیته یا همون مدول یانگ هست. ششمین مورد درصد ازدیاد طول یا پرسنت الانگیشن هست و مورد هفتم درصد کاهش سطح مقطع یا پرسنت ریداکشن آف اریا هست. توی استاندارد API 1104 از این تست برای تایید صلاحیت جوشکار یا همون WQT و دستورالعمل جوشکاری یا همون WPS استفاده میشه. اطلاعاتی که این تست به ما میده یا مستقیما از روی گیج خونده میشه یا با تحلیل نمودار تنش کرنش به دست میاد. اما نحوی انجام تست کشش، نحوی انجام این تست رو توی استاندارد ASTM E8 خط تیره 68 داریم. قدم اول ما در انجام این تست آماده سازی نمونه هست. نمونه این تست به صورت باریک شده در مقطع هست. توی شکل هم مشاهده میکنید. دلیل این کاهش مقطع اینه که ما میخوایم شکست در مرکز نمونه که دارای مقطع کمی هست اتفاق بیفته. در غیر این صورت ممکن شکست در ناحیه نزدیک به گیره های دستگاه کشش اتفاق بیفته. شکل مقطع نمونه هم میتونه گرد باشه و هم میتونه مستطیلی باشه، چون هم آماده سازی راحت تری دارن و هم اندازه گیری سطح مقطع راحت تر هست. پس از آماده سازی نمونه، نمونه بین فک‌های دستگاه ماشین کشش قرار می‌گیرد. ماشین کشش رو هم در تصویر مشاهده می‌کنیم. به منظور اندازه‌گیری تغییر طول نمونه از دستگاهی به نام انبساط سنج استفاده می‌کنیم. این دستگاه به نمونه متصل میشه و افزایش طول نمونه رو اندازه‌گیری و ثبت می‌کنه. مرحله بعد اعمال نیرو هست. اعمال نیرو باید به صورت آهسته و پیوسته باشه. اعمال نیرو تا زمانی ادامه داره که قطعه شکسته بشه. خروجی دستگاه کشش یا نمودار نیرو بر حسب تغییر طول هست یا نمودار تنش کرنش. با استفاده از نمودار تنش کرنش میتونیم برخی از خواص ماده که در اسلاید قبل توضیح دادیم رو به دست بیاریم. اما دومین تست از تست های مخرب که در مورد اون صحبت خواهیم کرد تست سختی یا هاردنس تست هست. تعریفی که برای سختی آوردن گفتن که به قابلیت مقاومت یک فلز در برابر نفوذ یک شی خارجی سختی میگن.
اما سختی سنجی از طریق اعمال نیرو توسط یک فروشونده مخصوص بر روی سطح قطعه انجام میشه. با توجه به قطر یا عمق فرو رفتگی ایجاد شده بر روی سطح، سختی اندازه گیری میشه. تست سختی معمولاً به سه روش انجام میشه. یکی روش برینل هست، یکی راکول هست و در نهایت روش میکرو سختی سنجی. تفاوت این سه روش در سایز فرو رفتگی هست که این هم ناشی از سایز فرو رونده هست. در بین این سه روش برینل بزرگترین اثر رو روی سطح قطعه ایجاد میکنه و میکرو سختی سنجی کوچکترین اثر رو روی سطح قطعه ایجاد میکنه. ما در ادامه با این سه روش بیشتر آشنا خواهیم شد. اما توی این قسمت میخواییم با کلیات انجام تست سختی آشنا بشیم. استانداردی که مربوط انجام تست سختی هست استاندارد ASTM E10 هست. در مرحله اول ما باید آماده سازی سطح رو انجام بدیم. هدف از آماده سازی سطح این هست که به سطحی صاف برسیم که امکان اندازه گیری دقیق فرو رفتگی ها میسر باشه. آماده سازی سطح معمولاً به روش سنگ زنی یا شات بلاست هست. مرحله بعد انجام تست اینه که فروشونده با نیروی معین به سطح قطعه وارد میشه و بعد از مدتی این نیرو برداشته میشه. زمان ماند نیرو برای فولادها 10 تا 15 ثانیه و برای مواد نرم این زمان 30 ثانیه هست. در نهایت با استفاده از ذره‌بین مدرج قطر فرو رفتگی اندازه گیری میشه. اما توی این قسمت میخواییم با تست سختی برینل یا برینل هاردنس تست آشنا بشیم. در این روش ما معمولاً از ساچمه های فولادی به قطر 10 میلیمتر و بارگذاری 3000 کیلوگرم استفاده میکنیم. در برخی موارد از ساچمه فولادی با قطر 5 میلیمتر یا ساچمه از جنس کاربید تنگستن با قطر 10 میلیمتر ما هم میتونیم استفاده کنیم. همچنین از بارگذاری های 500 کیلوگرمی و 1500 کیلوگرمی هم علاوه بر بارگذاری 3000 کیلوگرمی میتونیم استفاده کنیم. اما طبق این شکل اگر F که وارد میشه بارگذاری باشه و D قطر فرو رونده باشه و D1 قطر فرو رفتگی باشه، عدد سختی برینل یا برینل هاردنس نامبر یا همون BHN از رابطه زیر به دست میاد. BHN مساوی با F تقسیم بر P دوم D در D منهای رادیکال D2 منهای D1 به توان 2. تو این رابطه گفتیم F نیرو هست یا همون بارگذاریمون هست، D قطر فرو رونده و D1 مقدار فرو رفتگی ایجاد شده. اما یه رابطه دیگه ما برای محاسبه BHN داریم که به صورت تقریبی هست. این رابطه میگه اگه استحکام کششی رو بر 500 تقسیم کنیم عدد سختی برینل به دست میاد. نگاه کنید BHN مساوی با تنسایل استرنس تقسیم بر 500. البته حواستون باشه این رابطه برای فولادهای کربنی هست. همون جوری که توی اسلاید قبل گفتیم معمولاً از ساچمه فولادی با قطر 10 میلیمتر برای انجام برینل هاردنس تست استفاده میکنیم. برای اینکه کارمون راحت تر بشه اومدن در بارگذاری های مختلف اندازه قطر فرو رفتگی رو برای مواد مختلف به دست آوردن و طبق رابطه اسلاید قبل BHN رو حساب کردن و همه اونها رو توی یه جدولی نوشتن. با این کار فقط لازم ما قطر فرو رفتگی رو محاسبه کنیم و با توجه به مقدار بارگذاریمون BHN رو طبق جدول به دست بیاریم و میتونیم با ضرب کردن BHN توی عدد 500 استحکام کششی اون ماده رو به صورت تقریبی به دست بیاریم. مثلا اگه بارگذاریمون 500 کیلوگرم باشه و قطر فرو رفتگیمون 2.45 میلیمتر باشه، رینل هاردنس نامبرمون 104 هست. و اگه بارگذاریمون 1500 باشه و قطر فرو رفتگیمون 2.5 باشه، BHNمون 301 هست. به این صورت با این جدول کار میکنیم. اما روش دوم انجام تست سختی تست راکول یا راکول هاردنس تست هست. ما در این روش از فرو رونده های الماسی مخروطی شکل یا ساچمه های فولادی سخت شده با قطرهای 1/2 اینچ، 1/4 اینچ، 1/8 اینچ و 1/16 اینچ استفاده میکنیم. نقطه اثر در این روش کوچکتر از روش برینل هست و این ویژگی باعث شده تا انجام تست بر روی سطوح کوچکتر امکان پذیر باشه.
اما بارگذاری که در این روش اعمال می‌کنیم بین 60 تا 150 کیلوگرم هست و معمولاً 60، 100 و 150 کیلوگرم هست. این هم فروروندی مخروطی هست که توی شکل مشاهده می‌کنید. اما مراحل انجام تست سختی راکبت که استاندارد انجام این تست استاندارد ASTM E18 هست. اولین مرحله انجام این تست آماده سازی سطح نمونه هست که معمولاً این آماده سازی به روش های سنگزنی یا بلاستینگ. در مرحله دوم ما نمونه رو توی دستگاه قرار میدیم و در مرحله سوم یک نیروی اولیه اعمال میکنیم. این نیروی اولیه از طریق پیچ تنظیم ارتفاع اعمال میشه و هدف از اعمال این نیرو از بین بردن هر گونه سستی سطحی از روی قطعه و بالا بردن دقت تست هست و این نیرو معمولاً 10 کیلوگرم هست. در مرحله چهارم ما نیروی اصلی رو اعمال میکنیم که این نیرو بین 50 تا 150 کیلوگرم هست. حواستون باشه زمان ماند نیروی اصلی 4 تا 7 ثانیه هست. در مرحله بعد ما نیروی اصلی رو از روی قطعه برمی‌داریم و فقط نیروی اولی بر روی قطعه اعمال میشه. در این حالت ما عمق فرو رفتگی رو از روی گیج می‌خونیم و در نهایت نیروی اولیه رو هم از روی قطعه برمی‌داریم و قطعه رو از داخل دستگاه خارج می‌کنیم. توی شکلم مشاهده می‌کنید که ابتدا یک نیروی اولیه وارد کردیم که برای حذف تأثیر سطح قطعه بر روی انجام تست هست. در مرحله بعد ما اومدیم نیروی اصلی رو وارد کردیم و در نهایت بعد از چند ثانیه نیروی اصلی رو حذف کردیم و فقط نیروی اولیه رو نگه داشتیم. اما در تست راکول برای سنجش مواد مختلف از بار و فرورونده‌های مختلفی استفاده می‌کنیم. چون سختی راکول به بار و فرورونده بستگی داره، تعیین ترکیب بار و فرورونده مورد استفاده ضروری هست. به همین خاطر ما میاییم ترکیب بار و فرورونده های خاص رو با حروف نشون میدیم. مثلا حرف و مقیاس A نشون دهنده این هست که ما از الماس مخروطی شکل استفاده میکنیم که بارگذاریمون 50 کیلوگرم هست. مقیاس A برای اندازه‌گیری سختی آلیاژ های ناشناخته هست. اما مقیاس B نشون دهنده این هست که ما از ساچمه فولادی سخت شده با قطر 1/16 اینچ یا 1.58 میلیمتر و بارگذاری 100 کیلوگرم استفاده می‌کنیم. این مقیاس برای اندازه‌گیری سختی فلزاتی چون مس، فولادهای نرم و آلومینیوم استفاده میشه. در مقیاس C از الماس مخروطی با بارگذاری 150 کیلوگرمی استفاده می‌کنیم که از این مقیاس برای اندازه‌گیری سختی فولادهای سخت شده استفاده میشه. معروف‌ترین و رایج‌ترین و مرسوم‌ترین مقیاس‌ها در تست راکول مقیاس B و C هستند. البته مقیاس‌های دیگری هم وجود داره مثل D، E، F و غیره که کاربرد زیادی ندارن. توی این جدول هم سه مقیاس A، B و C و همچنین نوع فرورونده و مقدار بار و کاربرد اونها رو ذکر کرده. توی شکل هم مشاهده می‌کنید. مثلا گفته A از چه نوع فرو روندی استفاده شده، نیروی اولیه‌مون چقدره، نیروی اصلیمون چقدره و برای چه نوع موادی استفاده میشه. اما یک سری جداولی طراحی کردن به اسم هاردنس کانورژن چارت که با استفاده از این جداول میتونیم سختی که در یک روش به دست اومده رو به سختی روش دیگه تبدیل کنیم. با استفاده از همین جدول میتونیم یه مثال بزنیم. مثلا گفته اگه BHNمون 363 باشه، راکبل ایمون میشه 69.5 یا راکبل بیمون میشه 110 یا راکبل سیمون میشه 38. توی همین جدولم اگه BHNمون رو در 500 ضرب کنیم، همون عدد تقریبی که تنسایل استرنسمون به دست میاد. یعنی تنسایل استرنسمون رو تقسیم بر 500 کنیم، باید BHN به دست میاد. در نهایت در این قسمت با آخرین روش انجام تست سختی آشنا خواهیم شد. روش میکروسختی سنجی همانطوری که از اسمش مشخصه دارای اثر فرورفتگی بسیار کوچیکی هست که برای اندازه‌گیری اون باید از بزرگنمایی زیادی استفاده کنیم. با استفاده از این روش سختی دانه ها رو هم میتونیم به دست بیاریم. اما ما دو تا روش متداول برای انجام تست میکروسختی سنجی داریم. روش اول ویکرز هست و روش دوم نوپ هست.
در هر دو روش ما از فرورونده های الماسی استفاده می کنیم، با این تفاوت که در روش ویکرز از فرورونده به صورت هرم مربع القاعده استفاده می کنیم و در روش نوب از فرورونده به صورت هرم لوزی القاعده استفاده می کنیم. مقدار بار اعمالی در این روش کم هست و معمولاً بین 1 تا 1000 گرم هست، ولی اغلب نیروی استفاده شده 100 تا 500 گرم هست. توی شکلم مشاهده میکنیم توی روش ویکرز فرو رونده به صورت هرم مربع القاعده هست و توی روش نو به صورت هرم لوزی القاعده هست. اما مراحل انجام تست سختی به روش میکرو سختی سنجی به صورت زیر هست. مرحله اول انجام تست مثل روش های قبل آماده سازی سطح هست، اما در این روش چون بر روی سطح کوچیکی میخوایم سختی سنجی رو انجام بدیم، کوچکترین ناصافی سطحی سبب کاهش دقت در نتیجه تست میشه. به همین خاطر آماده سازی سطح باید به دقت انجام بشه، به طوری که آماده سازی در این روش همانند آماده سازی در متالوگرافی هست. نکته مهم اینه که هرچه نیروی وارد کمتر باشه، آماده سازی سطح اهمیت بیشتری داره. مرحله دوم اینه که نمونه داخل نگهدارنده قرار داده بشه. در مرحله سوم محل مورد نظر برای فرو رفتگی رو با میکروسکوپ تعیین میکنیم. در مرحله بعد با اعمال بار فرو رفتگی رو ایجاد میکنیم و در مرحله پنجم با استفاده از میکروسکوپ اندازه فرو رفتگی رو اندازه میگیریم و در مرحله آخر تعیین مقدار سختی رو انجام میدیم. اما توی این قسمت میخواییم نحوه به دست آوردن عدد سختی ویکرز یا همون ویکرز هاردنس نامبر یا VHN که به اون دایموند پیرمید هاردنس یا DPH هم گفته میشه رو یاد بگیریم. عدد سختی ویکرز طبق رابطه VHN مساویس با 2 تا P سینوس تتا دوم تقسیم بر L2 به دست میاد. طبق این رابطه P مقدار بارگذاری اعمالی بر حسب کیلوگرم هست، L میانگین قطر فرو رونده بر حسب میلیمتر هست و تتا زاویه بین دو وجه روبرو در فرو رونده هست که معمولاً این زاویه 136 درجه است. با جایگزین کردن زاویه 136 درجه در رابطه، رابطه به صورت زیر در میاد. یعنی اگه به جای تتا بنویسیم 136، 136 تقسیم بر 2 میشه 68. سینوس 68 رو تو این رابطه قرار بدیم، این رابطه به دست میاد. HV یا همون VHN مساویس با 1.854000 P تقسیم بر L2. اما تو این قسمت با نحوه به دست آوردن عدد سختی نو یا نو هاردنس نامبر یا KHN آشنا خواهیم شد. KHN رو طبق این رابطه به دست میاره. KHN مساویس با P تقسیم بر L2C. طبق این رابطه P مقدار بارگذاری بر حسب کیلوگرم هست، L میانگین قطر فرو رونده بر حسب میلیمتر هست و C یک مقدار ثابتی هست که توسط سازنده مشخص میشه. این مقدار ثابت معمولاً 702 ده هزارم هست. با جایگزین کردن C توی رابطمون این رابطه به دست میاد. HK یا همون KHN مساویس با 14.2 P تقسیم بر L2. تست بعدی که با اون آشنا خواهیم شد تست ضربه یا ایمپکت تست هست. ما اصطلاحی به اسم چغرمگی یا تافنس داریم. تافنس قابلیت فلز جهت جذب انرژی بدون شکستن هست. سطح زیر نمودار تنش کرنش نشون دهنده مقدار چغرمگی هست. کاربردی که تست ضربه داره، یکی برای اندازه‌گیری انرژی لازم برای شکست و دیگری برای پیدا کردن چغرمگی هست. یعنی ما هدفمون برای استفاده از تست ضربه 2 تا چیزه، یکی اندازه‌گیری انرژی لازم برای شکست و دیگری پیدا کردن چغرمگی. فلزات در چند مرحله انرژی جذب می‌کنند. ابتدا مقداری جهت ایجاد ترک و در مرحله بعد یه مقدار انرژی جهت رشد و گسترش ترک. اما دو روش متداول برای انجام تست ضربه داریم، یکی تست 4P و دیگری تست آیزود. کلیات انجام این دو تست مشابه به همه و بر روی قطعه مورد نظر یک شیار ایجاد می‌کنیم و قطعه رو در محل تعبیه شده که تو این قسمت هست
قرار میده. با آزاد کردن پاندول و چکش، پاندول به قطعه برخورد میکنه و ممکنه باعث شکسته شدن قطعه بشه. هرچه ارتفاع آزادسازی پاندول بیشتر باشه، احتمال شکست قطعه بیشتره. اما تفاوت این دوتا تست توی چی هست؟ در روش آیزود نمونه به صورت عمودی و در روش چارپی نمونه به صورت افقی قرار میگیره. یعنی تو این قسمت اگه نمونه به این صورت قرار بگیره تستمون آیزوده، اما اگه نمونه به این صورت قرار بگیره تستمون چارپیه. اما تفاوت دوم اونها، در روش آیزود شیار به سمت